بینندگان عزیز سلام مجدد، ساعت 3:06 بعد از ظهر وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا و 12:06 به وقت غرب آمریکا است. خوشحالم که بار دیگه فرصتی شد آقای جهانگیر شادانرو رو از پاریس داشته باشیم. ایشون قبلا هم در تلویزیون مردم بودن و خود من تازه از طریق یوتیوب و ویدیوهایی که داشتن باشون آشنا شدم. اسم ایشون رو روی گوگل بزنید فکر کنم 500-600 هزار تا لینک میاد بیرون، اون عکس‌های معروفشون که از دیوار سفارت بالا رفتند و دوربین‌ها رو داشتن داغون می‌کردن و اینها معروفه. ولی پریروز بود با من یک صحبتی، آخه وقتی میگیم صحبت نوشتنی هم میشه دیگه، یک ارتباطی داشتم و ایشون یه موضوعی رو گفت به نظرم خیلی جالب اومد و در رابطه با نمایندگانی که باز شنیده بودیم ماجرای پول و اینها، من چی بگم؟ اجازه بدید که خود آقای شادانرو در این مورد صحبت کنن. سلام میکنم خدمتتون، بهتون خوش آمد میگم. این میکروفون در اختیار شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید ببینیم ماجرا چه خبره و خودتون اوضاع و احوالتون چطور هست. امیدوارم که خوب و خوش باشید. بفرمایید. با عرض سلام خدمت جناب علی و بینندگان محترم تلویزیون مردم، بعد از مدت تقریبا بلند شاید گفت 2 ماهی بود که در خدمتتون نبودم به خاطر مشکلات و گرفتاری هایی که داشتم و خیلی وقت بود من یه خبری داشتم و دنبالش تحقیق میکردیم تا به نتیجه برسیم و دوستانی که حالا چه از این طریق منو دیدن و تماس گرفتن، چه از طریق همین مطالبی که شما و لینک ها فرمودید و یا روی یوتیوب و گوگل با من تماسهایی میگیرن، خبرهایی میدن که خب یک مقداریشو میشه استفاده کرد، یک مقداریشو نمیشه، یا کسانی که خبرهایی میدن و ممکنه خودشون لو بدن. ما چون اهمیت ما به انسانها و جان آنهاست، خیلی از خبرها رو متاسفانه نمیتونیم اعلام بکنیم، برای اینکه بعد شناسایی میشن و براشون دردسر ایجاد میشه. صبر میکنیم تا یا از ایران بیان بیرون یا موقعیتی بشه که این صحبت ها رو کرد. من یک خبری راجع به همین نماینده مجلسی که فکر کنم دیگه این 2 هفته تمام مردم شنیدن با کارهایی که انجام شده و رشوه هایی که گرفتن و پولهایی که آقای مرتضوی یکی از جنایتکاران قاضیان جنایتکار این رژیم به اینها میداده، حق السکوتی که میداده یا اینکه تایید بکنن و اینها ایشونو تماشو داشته باشن، یک خبری از ایران برای من رسید برای به عنوان که چطور اصلا این نماینده ها رو انتخاب میکنن. و ما قبلا میگفتیم به در صحبت ها و کسانی که در خط استقلال و آزادی هستن راجبه اینها زیاد صحبت کردم که اونجا مافیای نظامی و مالی در کار هست و اونها هستن که تعیین میکنن و دولت رو میچرخونن و پشت این دولت هستن، که حتی در سپاه و وزارت اطلاعات بیشتر اینها هستن. ولی قبل از این که من به این مسئله برسم و راجع به این توضیح بدم، خیلی کوتاه می‌خواستم چون در گذشت مرد بزرگ آفریقای جنوبی نلسون ماندلا بود، یک کوتاهی هم در این مورد صحبت بکنم. و اولا روحشون شاد، کسی که 27 سال رو در زندان گذروند و بعد از این که از زندان آزاد شد واقعا یک درس بزرگی به مردم و دولت‌ها و کسانی که دنبال خشونت و انتقام هستن داد ایشون، و اینکه بخشیدن خیلی بهتر از بخشیدن به خیلی بهتر از انتقام هست و دیدیم که این کارم کرد و تا آخر به پاش ایستاد و وقتی که از دنیا رفت پیش از 90 شخصیت مهم کشورهای دنیا به آفریقای جنوبی رفتن برای بزرگداشت این مرد بزرگ. و واقعا جای تأسف است که ما در مملکتمون شخصی میاد بعد از 15 سال تبعید و اون استقبال بزرگ و باشکوه از این شخص انجام میشه، که من خودم یکی از اون افراد هستم
و بعد میبینیم که چه بلایی بر سر اون مردم مستقبلین ایشون و اون مملکت میاره و جانشینان برحق ایشون و کسی که قرار بر این بود که فرشته‌ای باشه برای نجات مردم و مملکت، دیو دوسری شد یا ضحاکی شد بدتر از رژیم گذشته و به کسانی که خودش امان داده بود همه را از دم تیغ گذروند و رحم نکرد، حتی به کسی که مثل فرزندشون رو میدونست، مرحوم شهید قطب‌زاده. و این مشخص بود که برای این شخص هیچ جز قدرت مهم نیست، در صورتی که وقتی که ایشون به فرانسه آمدن حرفشون این بود و به همین دلیل هم به ایران آمدن و مردم از ایشون استقبال کردن که گفتن رأی رأی مردم هست، و صحبت هایی که در پاریس کردن جلوی تمام خبرنگاران و تلویزیون های دنیا و قول دادن که در مملکت ما استقلال و آزادی برقرار باشه، مخصوصا راجع به آزادی که خانوم ها آزاد هستن، در مورد حجاب اونها ما تصمیم نمیگیریم، ما خودمون به حوزه ها میریم و کاری به کار دولت نداریم، ما و روحانیون هیچ کدوم پست دولتی نمیخوان، ارتشی ها رو ما میخواییم آقای خودشون باشن و احترام داشته باشن و به مردم خدمت کنن، احزاب میتونن آزاد باشن و فعالیت کنن، کمونیستا، توده‌ای ها همه رو اسم بردن، حتی خانوم ها رئیس جمهور میتونن بشن و تمام این حرف های زیبایی رو که مردم اون زمان و ما جوان های اون موقع دنبال این شخص راه افتادیم، که البته حالا ما جوان بودیم یا نوجوان بودیم وقت نمیشناختیم اینها رو، یه مقداری مقصر هستن کسانی که این شخص رو و روحانیت رو میشناختن و اون موقع گوشزد نکردن. البته بعضی ها این صحبت ها رو هم الان میکنن، یا مثلا آقای بختیار رو میگن، ولی خب خود بختیار رو ما چون اعتقاد نداشتیم بهش و قبولش نداشتیم قبول نکردیم، و البته اون موقع تمام فکر و ذکر این بود که شاه بره هر کسی میخواد بیاد، و این بود که باعث این جهنم شدیم. و کسی که میتونست واقعا گاندی برای ایران باشه یا ماندلایی باشه، یک جنایتکار بزرگی شد که نسل‌های آینده راجع به این خواهند نوشت و خواهیم دید، و متاسف برای کشور بزرگی و نسل‌هایی که سه بار در این کشور جنبش کردن و هنوز ما نتونستیم به اون آزادی که لایقش هستیم و میخواییم برسیم. امیدوارم به زودی بعد از این فشارهایی که به این رژیم آمده و رژیم خودش در تنگناست در فرمهای اقتصادی سیاسی، بتونیم به اون خواستمون برسیم. روح ماندلا شاد. بعد بریم سراغ این، من این یه مقداری از این مطالب رو از رو باید بخونم، چون یه مقداریش رو باید سانسور کنم که مشخص نشه این خبر از کجا آمده، و با این حساب پوزش میخوام که از رو میخونم یه مقداریش رو. من راجع به دو نماینده صحبت میکنم، یک نماینده به اسم قلی الله قلی‌زاده، نماینده آذربایجان شرقی از هوراند و کلیبر، و نماینده دیگری از همین شهر ایشون به اسم ارسلان فتحی‌پور، که آقای قلی الله قلی‌پور الان دیگه نماینده نیستن و ایشونو صلاحیتشونو رد کردن و به جای ایشون آقای ارسلان فتحی‌پور آمده. آقای ارسلان فتحی‌پور متولد 1344 شهرستان خدا آفرین در روستای یوسنفلو، نماینده اصولگرای شهرستان کلیبر، خدا آفرین و بخش هوران هستند از آذربایجان شرقی، و در مجلس های هفتم، هشتم و نهم همین مجلس چون نماینده هستند،
و رئیس کمیسیون اقتصادی هستن الان در حال حاضر، و صحبت سر این شخص هست که چطوری به اینجا رسیده. اکنون هم ایشون دانشجوی مقطع دکترا است و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دوره 11 بودن که چند روز پس از اینکه ثبت نام کردن استعفا داد. این شخص چطوری به این مقام رسیده؟ در خبری که برای من آمده بود گفتن یک سری از نماینده ها رو که باید رئیس کمیسیون هایی بشن در مجلس که اینها این کمیسیون ها تأثیر دارن در قراردادهای بزرگ از طرف دولت با نهادهایی مثل سپاه و وزارت اطلاعات، که بیشتر سپاه وزارت اطلاعات پشت سر سپاه هستن، اینها باید اشخاصی باشن که مورد تایید این گروه باشن، یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، و بتونن خواستای اونا رو برآورده کنن. در دوره مجلس هفتم، مجلس ششم ببخشید، که این آقای ولی الله ولی زاده نماینده بودن، با ایشون خیلی صحبت ها میکنن از طرف وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، و میبینن که این شخص اینطوری که برای من نوشتن و گفتن آدم مؤمنی بوده، حزب اللهی بوده، آدم درستی بوده، چون هستن، ما نمیتونیم بگیم تمام اینهایی که در دولت و حکومت هستن همه دزدن و آدم کشن، نه، بعضی هم هستن آدم های اعتقاد دارن و جنایت هم نمی کنن، ولی خب هستن در این رژیم. این شخص وقتی باهاش تماس میگیرن و میخوان ازش که با اونها همکاری بکنه زیر بار نمیره، قبول نمی کنه، و در دور هفتم ایشون انتخاب نمیشه و به جاش آقای ارسلان فتیپور ایشون انتخاب میشه. آقای ارسلان فتیپور کسی بوده که در یک شرکتی در آذربایجان مستخدم بوده یا آبدارچی، در اون سطح دیپلمه بوده. ایشونو براش یه دونه لیسانس تهیه میکنن، یعنی باهاش وقتی صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن که میتونن از این شخص در اون محل استفاده بکنن و در مجلس باهاشون صحبت میکنن، و چون دیپلمه بوده نمیتونه وارد مجلس بشه، براش یک لیسانس تهیه میکنن و لیسانس رو از طریق کشور آذربایجان تهیه میکنن. مدرک لیسانس در ایران فوق دیپلم قبول میشه و قبول نمیکردن. در زمانی که آقای شاسپی رئیس دانشگاه آزاد بوده اون لیسانس رو قبول میکنن و یک دونه فوق لیسانس ایرانی بهش میدن. حالا این کار آقای جاسپی بوده و این سپاه که کمک کرده، مثل بسیاری از این آقایون که مدرک و تحصیلاتی نداره یا در همون حد دیپلم هستن، مثلا آقای دکتر رضایی که فکر میکنم حتی یه ایشون هم در همون مدرک بسیار پایینی بوده و در همین جنگ و اینا با مدارک درست کردن و این امکاناتی که در دانشگاه ها بوده، خیلی از اینا مدرک دیپلم و فوق لیسانس و لیسانس و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اینا گرفتن و آمدن بالاخره که با این عناوین بتونن به جاهایی برسن، در صورتی که ولی مغز و فکرشون در همون حتی زیر دیپلم هم همشون هستن یا تا الان بودن. این شخص و این مدرک رو براش تهیه میکنن و ایشون در مجلس هفتم که آقای الله قلی‌زاده نماینده نمیشه، ایشون میشه نماینده مجلس. بعد آقای الله قلی‌زاده دنبال این میره که چرا آخه این اتفاق نیفتاد، و یک سالی طول میشه و خودشو کاندید میکنه برای مجلس هشتم. در مجلس هشتم ایشون رو رد صلاحیت میکنن، ایشون اعتراض میکنه و میره دنبال این مسئله. حالا از اون طرف این کسانی که وزارت اطلاعات و سپاه که دنبال درست کردن کار آقای فتیپور به عنوان نماینده بوده، میان یک خانومی رو به نام اکرم دودانگه ایشون رو معرفیش میکنن که باهاش صحبت میکنن و میگن شما بریم پیش در شورای نگهبان و صحبت بکنید که
آقای شادان رو عذر میخوام، اگه بشه اون کاغذها رو نزدیک میکروفون نگیرید. اوکی خواهش میکنم. بعد با ایشون صحبت میکنن که با خانم دودانگه که شما باید برید از شورای نگهبان و بگی که من شکایت دارم از آقای الله قلی‌زاده و ایشون آپوزش از خانم ها به من تجاوز کرده و منو باردار کرده، مجبور شدم سخت جنین کنم و خسارت باید به من بده و من آبروریزی میکنم از این صحبت ها. قبلا با آقای جنتی و آقای کت خدایی که مسئول کت خدایی سخنگوی شورای نگهبانی و با آقای جنتی اینا رو هماهنگ میکنن که همچه خانم میاد پیشتون، بعد با اون خانم صحبت میکنن و میرن. آقای الله قلی‌زاده میره اونجا به اعتراض که من به چه لذت کردم، میگن شما صلاحیت به این دلیل که شما آدم فاسدی بودی و این کارا رو کردی، حرف هم بزنی ما اینو اعلام میکنیم و برای خودت تو شهر تو اینا بد میشه و دیگه حتی اونجا هم نمیتونی بری و ایشون رو برکنار میکنن. و خب اون کسی که این کاغذ رو فرستاده و صحبت کرده میگه ایشون اصلا اهل این حرفا و این و اصلا اون خانوم رو نمیشناخته و اون خانوم هم اینها اونطوری که باز گفتن از مملکت خارجش میکنن، در همون آذربایجان خونه برش میکنن و اونجاست و اصلا از در ایران هم نیستش. بعد این شخص آقای فتحی پور رو که ایشون جالبه که اول انقلاب هم با مجاهدین ایشون همکاری داشته و میدونید که اینها همونطوری که اون زمان اوایل انقلاب آقای خمینی مکتب رو بر تخصص ترجیح دادن و این وضع فلاکتبار امروز رو به وجود آوردن، این جانشینان آقای خمینی هم دنبال همین هستن، یعنی تخصص برشون مهم نیست مگر شدیداً وابسته به نظام باشن یا متعهد به ولایت فقیه و ذوب در ولایت باشن یا مجبور باشن. بالاخره 70 میلیون آدم در ایران هست، اینا که همه بیرون نمیشن، باید اونجا کار بکنن. بالاخره هر کدوم رو به یه جوری مجبور میکنن به همکاری، خیلی همکاری نمیکنن و این کار میکنن، دلیل این نیست حتما با رژیم هستن، ولی دنبال کسانی میگردن مثلا مثل آقای رجایی که نخست وزیر شد، کسی که مطیع محض روحانیت و آقای بهشتی بود و هر چی اونا میگفتن انجام میداد. به همین دلیل هم آقای بهنسد ایشون رو قبول نمیکرد و مشکل با این آقا داشت، به همین دلیل که ایشون یک خشک مذهبی خیلی افراطی بودن و جز روحانیت کسی رو قبول نداشتن. این هم گشتن دنبال این آدم و اینو پیدا کردن، با ایش صحبت کرده بودن که شما فقط مطیع ما هستی و گوش به حرف ما میدی ولی خب دیگه نماینده هستی و اون مزایا و حقوق و تمام چیزا و بعد از کاری هم که ازت میخواییم درصد هم بهتون پرداخت میکنیم. ایشون رو در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم انتخاب میکنن، یعنی بس اینجا که میاییم آقای رئیس مجلس آقای لاریجانی هم در این کار دست دارن، یعنی ایشون هم میدونن که این نماینده هایی که هستن و احتمال بسیار زیاد خیلی از این نماینده ها اونهایی که رئیس رؤسای کمیسیون هایی هستن که با دولت و با پول و با امضای قراردادهای بزرگ در تماس هستن، از این طریق باید انتخاب بشن و الا این مافیایی که الان اینطور مملکت رو در دست خودش داره و داره چپاول میکنه تمام منابع اقتصادی مملکت رو، یا اقتصاد یا ورودی اجناس و کالا و تمام اینا دست ایناست، از این طریق باید، چون بالاخره ظاهرا باید قانونی یک سری کار انجام بشه و اینها نماینده هاشون رو اینطوری انتخاب بکنن. بعد این آقا انتخاب شده به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تمام طرحهایی که لازم هست و به سپاه برسه یا کسانی که اینها میخوان ایشون تایید میکنه و امضا میکنه و اینها به اون منابع و منافعی که میخوان میرسن و خب این شخص هم دارن. این کسی که این صحبت رو برای من کرده یا فرستاده میگه بیشتر طرح‌های مال سپاه در مجلس امضا میشه و همین شخص امضا کننده این هست و تا امروز هم که ایشون هستن نماینده، یعنی سه دوره پشت سر هم
از حتی نماینده دیگه که به عنوان آقای نادران بوده از ایشون هم بیشتر رأی میاره. یعنی همین رأی هایی که به آقای احمدی نژاد دادن و ایشون رو از 6-7 میلیون رأی رسوندن به 24-5 میلیون و نظرشون با نظر خیلی عوض میخوام دزد گردنه رهبر جمهوری اسلامی نظرشون یکیست. این هم همین رأی ها تمام رأی های ریخته شده و انتصابی هستن اینها و این یک نمونه ای بود از طرز انتخاب نماینده ای که الان دارن میگن و آقای همین اسمشون چقدر میادم رفت روحانی نه خیر همین آقایی که جنایتکار کهریزک قاضی مرتضوی بله بله و این پولهای و بیت المال سازمان تأمین اجتماعی رو بین اینها تقسیم کرده که اصلا سرسام آوره و وحشتناک. این پولهایی که ایشون داده مثل این که روی ارث پدرش بوده پخش میکرده بین مردم و حالا صداش در اومده. اول که میگفته نه اینطوری نیستش، بعد حالا اسامی رو داده که چه نماینده‌های پول گرفتن و این نماینده هم از همین نوع بودن، یعنی کسانی که نه سواد درست حسابی دارن، نه دین دارن، نه وطن، یعنی نه درد مردم دارن و نه درد وطن. اینها متاسفانه با به وسیله ولایت فقیه و کسی که خودش یکی از بزرگترین جنایتکارها و خیانتکارهای به این مردم و مملکت است، زیر چتر این جمع شدن و اینطوری مملکت رو دارن چپاول میکنن. همونطوری که دیدیم در همین مسئله انرژی اتمی در ژنو رفتن و نقطه تعهد دادن به اونها و زانو زدن و تسلیم شدن جلوی امریکا و کشورهای اروپایی، در صورتی که میتونستن خیلی زودتر این مسئله رو حل بکنن همون زمانی که دوره احمدی نژاد بود، ولی اینها حاضر نشدن در دوره احمدی نژاد این کار رو بکنن و میخواستن که احتمالاً باز به عنوان یک روحانی این مسئله حل بشه، که یعنی این روحانی منظور عمامه به سر هست، انداختن که آقای روحانی این کار رو بکنه. و بعدم که دیدیم با رفتنشون به امریکا و حالا یک تلفنی چه بلایی سرش آوردن و چقدر تهدید و که حتی برای این بزرگداشت ماندلا نذاشتن هیچ کدوم اینها برن و اینها مملکت دست اینهاست در این مسئله انرژی اتمی که این همه تو بوق و کرنا کردن و اینقدر جلوی چشم مردم و دنیا اینا اینقدر وقیع هستن که یک شکست کامل و تسلیم شدن و پیروزی میکنن، درست مثل مسئله گروگانگیری که با ریگان و بوش پدر ساختن و گروگانها رو آزاد کردن و اون همه پولهای ایرانی از دست دادن یا بلوکه شد در کشورهای بیشتر امریکا و اروپایی. و بعد مسئله جنگ که آخر آقای خمینی جام زهر سر کشید و جنگ رو تموم کرد با اون همه خسارت که نتونستن بگیرن، نه در صورتی که اگر سال 60 که قرار برای این بود که تموم بشه جنگ و صدام هم قبول کرده بود از مرزها عقب نشینی بکنه و نیروهای سازمان ملل بیان، ولی چون فکر میکردن این پیروزی به نام ارتش و به اسم بنی صدر تموم میشه که آقای بهشتی هم گفته بود نصف ایران بره، بهتر از اینه که بنی صدر در جنگ پیروز بشه، یا همین آقای رجایی در مجلس سپهسالار گفته بود که ما پیروزی که با این ارتش باشه نمیخواییم و دیگه مهم نبود براشون که چه بلایی بر سر اون ارتش و یا اون کشور بیاد و اینها رو تمام در شکست تموم کردن. الان هم این مسئله انرژی اتمی که نه برای ایران صرف داره و نه اصلا قابل استفاده هست، انرژی کارخونه‌ای که حدود 30 سال هست اینا دارن روش کار میکنن، 30 از زمان شاه شروع شده 40 سال و اون وسایل کهنه قدیمی که آلمان و بعد شوروی تحویل گرفت استفاده کردن که اصلا سوختش هم اگر باشه و بخوان اونجا رو استفاده هم بکنن نمیتونن. این مسئله واقعا جای تأسف هست که مردم ما یا یک سری از این اصلاح طلبا و همین آقای روحانی و یا ظریفی که اینا هم اصلاح طلب هستن تو بوق و کرنا میکنن که ما پیروز شدیم و پدر امریکا و اروپا رو در آوردیم، به خواسته های خودمون رسیدیم،
اینها حتی با خودشون نمیگن، خب این اخبار پخش میشه، این اخبار رو در بیرون بالاخره مردم دارن دنبال میکنن، کسانی هم که در ایران هستن بالاخره از طریق میتونن ببینن، اطلاع پیدا بکنن. چطور میشینن با این وقاحت جلوی مردم و صحبت از پیروزی میکنن و اینکه ما ادامه میدیم به غنی سازیمون و هیچ چیز تغییر نکرده، همون خواستا بوده. خب یکی نیست به اینا بگی آخه در اون دولت یا در اون، متاسفانه نیست واقعا کسی که جلوی اینهای و در تلویزیون بتونه با اینا بحث آزاد بکنه، بحث بکنه، صحبت بکنه، بگه خب پس اگر اینطوری بود چرا این همه شما اونجا رفتین و اینقدر اجازه دادین که این همه تحریم‌های بزرگی انجام بشه که الان وضعیت کشور مردم در این وضعیت هست و اینها همه شده، این فشارها بوده که رفتین و شما هم تسلیم شدین، ولی الان میگین باز پیروزی. خب از یک رژیمی که اینطور اون رهبرش باشه، اون آقای رئیس جمهورش باشه که قولهایی بده اول انتخابات و کلیدی نشون بده که این کلید من نمیدونم مال 1400 سال پیشه مثل این، چون به هیچ قفلی نمیخوره کلیدشون و حالا از کجا آورده، شاید اصلا اون کلید هاست که به سینه بچه ها جوان های دانش آموزان عزیز کشور مینداختن و اینا روی مین میفرستادن، ممکن از همونا باشه که هیچ قفلی رو باز نخواهد کرد. امیدواریم که مردم ما کوشش کنن، جنبش کنن، ببینن این وقایع رو. و دیگه الان این اوکراین رو که دیدیم چند روز پیش، بالاخره تو این سرما مردم شب تا صبح ایستادن تا به حقشون رسیدن و جاهای دیگه دیدیم، در مصر دیدیم، و بتونیم انشاءالله بعد از 120 سال، بعد از سه بار جنبش بزرگ، برسیم به اون حقی که واقعا لایق ایران و اون کشور بزرگ است. مرسی از شما و فرصتی که به من دادید. من ممنونم از شما، امیدوارم در آینده نزدیک باز هم شما رو داشته باشیم و بتونیم در مورد این خبرهایی که درباره انتخابات بوده بیشتر توضیح بدیم و بیشتر بازش کنیم. مرسی، آخر هفته خوبی داشته باشید. و همچنین مرسی از شما و تشکر از شما و بینندگان محترمتون، شب بخیر. به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای جهانگیر شادانلو بودیم از پاریس، فرانسه. شما لطف کنید اگر مایل هستید با ایشون در تماس باشید، با خودشون از طریق فیسبوک یا روی اینترنت که بزنید ویدیوهایی دارن که میتونید با ایشون در تماس باشید و صحبت کنید. این ماجرای انتخابات و اینها خیلی جالبه. حالا تازه این انتخاباتی هست که دنیا یه مقداری قبولش کرده و اینها، میبینیم که داستاناش اینجوریه و چه بازیهای کثیفی پشتش پنهان بوده. عذر میخوام، آخر صحبتایشون یه مقداری تصویر فریز شده بود. من یادم رفت با این دوستان بگم هر وقت میخواین تماس بگیرید حتما حتما مطمئن باشید که از این سیمای اینجا بهش میگن E5 ایترنت و سیمایی هست که به جای اینکه کامپیوترتون بی سیم باشه، یه سیمی هست مثل سیم تلفن ولی یه مقداری چاقتره، چلو کباب زیاد خورده، ایترنت بهش میگن. اونو اگه بزنن سرعت اینترنتشون، ارجعیتش میاد رو اون دستگاه، مخصوصا اگر توی ساختمونی باشید که دیگران هم ممکنه از اون وسیله بی سیم شما بتونن استفاده کنن. در صورت مقداری چی میگن کوتاهی از من بود که به این دوستان نگفتم.